این یگانه شفاخانه برای تداوی معتادان مواد مخدر با ظرفیت 20 بستر در ولایت غور است که حالا در آن 17 معتاد زیر درمان قرار دارند. مسئول این مرکز امکانات برای درمان معتادان را اندک خوانده، میگوید آنان در یک سال گذشته فقط 135 معتاد را تحت درمان قرار دادند. ما در ولایت غور امکانات بسیار اندک داریم. باید تعمیر بسیار تقریبا از سال 2009 ساخته شده، بسیار به امکانات اندکی. فقط با عشا و دوا ما مریضار تداوی میکنیم، دیگه کنم امکانات خاص به دسترس نداریم. تجهیزات طبی بسیار اندکی داریم. شماری از بیماران در این مرکز با خرسندی از روند درمان خود میگن فشار و چالش های زندگی آنان را وادار به استعمال مواد مخدر ساخت. ما به تای مواز که بموندم سرم فشار مدخوام خواب، البته بعد الله رفته بود. خدا خبر از سرم چی بگذشته. ای بودن ای که دود به اینجا بزد، دود به اینجا بزد. یک وقت سعی کردم که کار از کار تیر شید، ولی خودم رو کشته نمیتونم. از که خوبیم کنم و فروش نابود کنم، اگر من خود یک ازهری به هیلوند برفتم یا به کاور برفتم سرم رو بزنم. خب وقت که مواد فروش بدم خانه ایمه مواد رو فروشتم، من بیتای چیزی باشم، هیچ کار. با این حال باشندگان ولایت غور با ابراز نگرانی از افزایش روزافزون تعداد معتادان در این ولایت از مقام‌های مسئول می‌خواهند که روند درمان معتادان را در این ولایت سرعت بخشند. اما تعداد بسترهای شفاخانه را افزایش بدهند و معتادانی که در قریه قصابات هستند یا داخل شهر هستند اینا را جمع‌آوری بکنند، تداوی بکنند تا دیگه ما شاهد رو آوردن جوانا به این اعتیاد نباشیم. روند جمع‌آوریش آغاز بکنند تا اینکه امی تعداد متعددین کم شود و افرادی که تازه میخواهند به او به متعددی رو بیارن. انشالله که اگر جمع‌آوری از زیر آغاز بکنن افراد دیگر مبتلا به این نمیشه. نگرانی ها از کندی روند درمان معتادان در ولایت غور در حال مطرح می شود که بر اساس آمارهای تخمینی حدود 50,000 تن در این ولایت معتاد به مواد مخدرند.